امروز روز حسابی سردی هم هستش این قشنگ دستامون سر شده هم من هم خانومم که داره فیلم برداری الان سال 2020 و ما الان دو سال میشه که تقریبا دو سال خورده که پیج اینستاگرام رو درست کردیم پیج اینستاگرام فامیلی آبدی و بارها بارها پرسیدن گفتن آقا شما که تو این دانشگاه کار میکنی حقوق تو دانشگاه چقدره امروز میخوایم این سوال شما رو پاسخ بدیم میخوایم بگیم که اگر یک نفر هیئت علمی دانشگاه باشه حقوقش چقدره اگه یه نفر پروفسور بشه تو دانشگاه تقریبا حقوقش چقدره و کلا این یک مقیاسی برای شما هست که اگر میخواین بیاین آلمان میتونین حدودا حساب کنید اگه مهندس برق یا مکانیک یا رشتهای فنی هستین حقوقتون در آینده چقدره مطمئنم باشین من یه فرمولی بهتون یاد میدم که میتونین برای خودتون حساب بکنین یه سایتی رو بهتون نشون میدم که میتونین دقیق اطلاعاتتون رو وارد کنین و دقیق متوجه بشین که حقوقتون بعدا چقدر خواهد شد اگه مجرد باشید اگه متحل باشید و اگر که مثلا دو سال سه سال چهار سال سابقه کار داشته باشید و در آخر هم فیش حقوقی خودم رو میخوام بهتون نشون بدم اجازه بدین قبلش یه مقدار با دانشگاه ما و محیط کار من بیشتر آشنا بشین اینجا که دانشگاه هانوفر هست عزیزان و ساختمون اصلی بهش میگیم هاپتگه بایده این نماد عصبی که جلوی دانشگاه میبینین یه جورایی نماد این دانشگاه ما هستش سمت چپ من و تقریبا میشه گفت سمت راست دانشگاه بزرگترین سالن دانشگاه هستش بهش میگن آدی ماکس و سیستم دانشگاه اینجا این شکلی که یه سری انستیتوها هستن که اونا دانشگاه رو تشکیل میدن یعنی دانشکده چیزی از خودش نداره دانشکده یه چیز فرمالیته هستش که وجود داره و زیر مجموعش میشن انستوهایی که وجود هن. حالا من راجع به رشته برق خودمون بیشتر میتونم صحبت کنم ما الان اینجا یک فکر میکنم یه دونه انستو برق داریم انستو ما که مال دانشگاه فیزیک هستش انستو فیزیک کوانتوم این ور هستش و منم اینجا کار میکنم حالا حقوق هم, که بهتون میگم مربوط به همین تو هستش ولی کلا اینو بدونید که حقوق ها یکسان هست یعنی بسته به قراردادی که شما دارین قراردادی که دانشگاه باتون میبنده درصد ساعتی که کار میکنید آیا 75 درصد هستید نیمه چی میگن پاره وقت هستید یا فول تایم کار میکنید زمانش متفاوت هستش و هزینهش مزانی حقوقتون متفاوت هستش و فرق میکنه اینجا میتونم قبلش نشونتون بدم خط مترو هستش که اگر شما تازه اومدین میتونین ببینین خط چهار و پنج مترو از اینجا حرکت میکنه و شما راحت میتونین الان مثلا ایشون رو ببینین میدوه میره میرسه به می قطار بقیه دانشو همین شکلی هر روز با مترو میان دست میخونن اونایی هم که ماشین دارن کلی باید بدبختی بکشن اونجا برن جا پارک پیدا کنن یه دونه پارکینگ بزرگ هست ما هم که همکار دانشگاه هستیم یعنی کارمند دانشگاه هستیم از اونجا میتونیم بریم داخل تو پارک کنیم ولی دانشجو باید بیرون پارک کنن و پیدا کردن جا پارک هم کلا کار سختیه طبقه دوم دفتر من هستش و طبقه سوم هم که بالکن هست بچا میوادن بیرون اونجا قبلا ازش استوری زیاد گوشیم تو اینستاگرام و اونجا همون سالن بزرگ دانشگاه هستش آدی ماکس که بهتون گفتم این وقت کتاب خونه دانشگاه هستش من بعدا یه دونه یوتیوب ویدیو حسابی میگیرم که اصلا همه جا رو توضیح میدم تو دانشگاه ولی فعلا علل حساب اینجا داشته باشید کتابخونه خونه بچه های فنی هم اینجاست بچه های علوم اجتماعی اینا کتاب خونه شون اون حالا ساختمونشون و شما یک نکته جالبی رو میبینید اینجا اینجا همه میتونن بیان دانشگاه ورودی نداره یعنی داره یه نگهبانی داخل داره ولی مثلا شما میتونید همونجا اگر هم اگه کارت دانشجویی نداشته باشید وارد دانشگاه بشید یا یعنی اصلا از این در میتونید برید هیچ نگهبانی هم نداره اینجا کتابخونه است اینجا باز یه ساختمان دیگه است که مال بچهای خارجیه و کار دانشوی خارجی انجام میدن اون بر دوباره یه ساختمون دیگه است که پتنت ها و هایی که ثبت شده اونجا هست و یه نورم های آلمان رو شما میتونید اونجا پیدا بکنید و خیلی چیزهای دیگه من بعدا توی چنل یوتیوبمون کامل دونه دونه اینا رو بهتون نشون میدم فعلا میخواستم فقط بهتون بگم انسیتو ما دقیقا سه طبقه از این قسمت دانشگاه رو شامل میشه انسیتو ایکو او انسیتوت فرکوانتن اپتیک که من خودم دفترم در طبقه دو هستش و طبقه سوم و فکر میکنم بخشی از چهارم هم باز مال انسیتو ما. ولی میبینید که کلا مال ساختمون دانشگاهه و بخشش انسیتو مای بچه ها هوا خیلی سرد شده ما الان میگیم سری نهار میخواییم و امشب هم براتون بقیه فیلم ها رو میگیرم کامل توضیح میدم که چجوری میتونید حقوق خودتون رو بعدن اگه دانشگاه کار کنید پیدا کنید و بهتون میگم حقوق خودم دقیقا چقدره خب اومدیم خونه و همونطور که بهتون گفته بودم فیش حقوقی خودم رو آماده کردم براتون که بهتون نشون بدم اینجا یه سری اطلاعاتش و آدرس و اینا رو پاک کردم شماره های پرسونلی و اینا رو ولی بقیه اطلاعات و اعداد و ارقام گذاشتم باشه و بهتون الان نشون میدم اما قبل از اینکه فیش حقوقی رو نشون بدم بهتون میخواستم راجع به چند تا نکته راجع به در آلمان باتون صحبت کنم اینجا حقوق خالص و ناخالص هست شما یه کسی که بهتون میگه مثلا من یه کار برات پیشنهاد دارم سالی 60000 یورو حقوقشه این حقوقی نیستش که به شما ماهی 60 تا 60 شست دوازدهم به شما حقوق بدن بلکه از این حقوق درصد زیادش میره برای مالیات و بیمه ها و چیزی که برای شما میمونه اون حقوق خالصتون هستش الان اینجا من اعداد و ارقام رو میخونم با هم دیگه بهتون میگم چقدرش مالیاته چقدرش چیز هست بیمه ها هستن بیمه درمانی هست بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و یه نکته دیگه هم هست دوستان میخوام بهتون بگم اونم اینه که این حقوق بابت چند ساعت کار هستش اینجا در هفته کار معمولا یا 35 ساعته یا 40 ساعته الان مثلا کار من در دانشگاه 40 چهل... ساعت هستش درسته هفته 40 ساعته اولین نکته اینه که باید ببینیم تایتل کار من در دانشگاه چیه ببینیم من در دانشگاه ویسن شافلیش هستم که هیئت علمی حساب میشه اما نه هیئت علمی به معنای ایران که کسی میره تدریس میکنه خب البته من تدریس ندارم ولی مثلا همکارانم هم هستم که میرن حل تمرین استادا رو انجام میدن و درس دادن اصلی رو خود پروفسور فقط میتونه انجام بده کسی که تو ایران بهش میگن استاد تمام یعنی اینجا کسی نمیتونه با مدرک فوق لیسانس بره یا حتی با مدرک دکترا هم میشه بعضی جاها معدود ولی با مدرک فوق لیسانس هیچ کس نمیتونه درس بده میتونه بره یه سری درس ها رو حل تمرینش رو انجام بده در محدود مواردی هست کسی که استاد خودش اصلا کلاسش رو میده اسیستنتش انجام بده کسی که خودش فوق لیسانس داره هنوز دکترا نگرفته اما در اون حالت هم اسم کسی که روی امتحان شما هست یعنی کسی که مسئول امتحان شما هستش درس پروفسور فلانیه که شما مثلا پاس کردی به عنوان دانشجو نه درس اون اسیستنت پروفسوری که دیگه دانشجو دکترا بوده خب بحث پیش میاد یه عده میگن آقا دانشجو دکترا یه به آلمانی میگن پروموتیون استودنت پی اچ دی مثلا انگلیسیش میشه یه عده میگن من دانشجو پی اچ دی هستم یه عده میگن بیزنس شاپلیج ها هستم اول توضیح میدم راجع رشته خودم من رشته برق خوندم فوق لیسانس پیوسته بودم کارشناسی ارشد پیوسته توی دانشگاه اون موقع میگفتن بهش دیپلم انجینیر مدرک دیپلم من گرفتم از آخرین کسایی بودیم که میتونست هنوز دیپلم بخونه تو آلمان الان دیگه همه لیسانس فوق و لیسانس شدن شدن بچلر و مستر که البته درجهشم هم دقیقا مثل همه خیلی فرقی نمیکنه توی این دانشگاه من وقتی درسم تموم شد به عنوان مهندس برق توی دانشکده برق کار نکردم بلکه وارد دانشکده فیزیک ریاضی فیزیک شدم و به عنوان ویسنچاپلیش میتابایت یا همون هیئت علمی اونجا مشغول به کار شدم کارم هم دقیقا فقط کار برای دانشگاه بود برای دکترا کاری نمی کردم و فقط استخدام دانشگاه بودم تاریخش هم بخوام بهتون دقیق بگم از سال 2015 از ژانویه 2015 یعنی الان دقیقا پنج ساله که من دانشگاه هستم و این فیش حقوقی هم که میخوام بهتون نشون بدم آخرین فیش حقوقی هستش که من الان گرفتم مال دسامبر 2019 بوده این دقیقا مال ماه پیشه که الان میخوام بهتون نشون بدم نکته بعدی که مهمه که شما بدونید اینه که حقوق هایی که بهتون میگن در, در آلمان حقوق خالص و ناخالص هستش که اینو باید از همدیگه مجزا بهش نگاه کنید مثلا کسی هست که میگه من آقا ماهی دو هزار یورو درآمد دارم اما حقوقش خیلی بیشتره اما اون خالص چیزی که دستشو میگیره میگه من دو تا دارم بعد خیلی ها می... میان این دو هزار تا رو زبدن دوازده میکنن میگن که مثلا دو دوازده تا مثلا میشه چقدر میشه 24 هزار تا مثلا میگن 24 هزار تا حقوق طرف نه طرف حقوقش 40 خورده ایه یا 40 هزار تا است که مثلا مای ما 2 هزار تا در میاره یه چیزی فرمولش حالا من دقیق نمیدونم میتونید برید تو سایت فکر میکنم لون یا نتولون پونت میتونید برید پیدا کنید اما امروز فقط میخوام به شما کسایی ها که تو دانشگاه کار میکنن بهتون بگم حقوقشون چقدره و یه تعریفه هم بهتون بگم و یه سایتی بهتون معرفی کنم که تو این سایت بتونید برید خودتون اگه قرار بعدا تو دانشگاه مثل من کار کنید حقوق خودتون رو حساب کنید و طبق مثلا اینکه سال اول چقدر میگیرید سال دوم چقدر میگیرید اگه متأهل باشید چقدر دریافت میکنید مجرد باشید حقوقتون همه اینا رو براتون میگم خب شروع میکنیم اول میریم با هم دیگه این ویدیو رو من بهتون نشون میدم که تو سایت چجوری میتونید حقوق رو ببینید و بعد فیش حقوقی خودمون بهتون نشون میدم اینا یه مقدار و ارقامش با هم دیگه فرق میکنه به علاوه اینکه امسال دوباره حقوقا یه مقدار رفته بالا و اعدادی که توی سایت الان با هم میبینیم یه مقدار بیشتر هستش شما به راحتی وارد اینترنت میشید توی گوگل سرچ میکنید TVL دقایتسن یعنی TVL خط فاصله 13 به این شکل سرچ میکنید و اولین لینکی که میاد روش کلیک میکنید میزنیم روی این لینک و وارد صفحه میشیم اینجا به این شکل میبینیم که سمت راست یه جدولی داریم توش نوشته انتگلد گروپه این انتگلد گروپه تعرفه شما هستش کسایی که دانشجو دکترا هستن یا کلا استخدام دانشگاه میشن به عنوان ویسن چاپلیش تا هیئت علمی تعرفه شون ای 13 هست یا آلمانی میشه ایدرایتسن من این ایدرایتسن رو انتخاب کردم و شتوفه یعنی همون سالی که مثلا شما هستید الان من یه توضیح کوچیک بدم که شتوفه ها چجوری حساب میشن ببینین الان وقتی وارد دانشگاه میشین سال اول شما شتوفه یک هستین یعنی اولین سالتون شتوفه یکه سال اول که تموم شد میرید وارد شتوفه دو میشید یعنی یک سال تموم شده میرید تو شتوفه دو حالا کی میرید تو شتوفه سه؟ سال سوم نخیر شما تو شتوفه دو که رفتید حالا باید دو سال بمونید تو این شتوفه دو تو این لول دو و بعد که دو سالتون تموم شد وارد شتوفه یا همون لول سه میشید یعنی در واقع الان مثلا من لول سه هستم چرا چون سال 2015 با لول یک شروع کردم سال 2016 وارد لول دو شدم 2016 و 2017 توی همون لول یا شتوفه دو بودم و 2017 وارد شتوفه سه شدم 2017 2018 2019 وارد شتوفه 3 و دا... شتوفه 3 رو دارم لول 3 رو دارم و الان 2020 شتوفه یا لول 4 رو واردش میشم خب میریم همون شتوفه 3 که این برگه حقوق با شتوفه 3 بوده مال دسامبر 2019 بوده رو نگاه میکنیم اینجا نوشته تو زد فرزارونگ یه چیزی مربوط به بیمه هستش به نوعش فابعل من انتخاب کردم خودم اینو دقیقا نمیدونم چیه یه نوع بیمه اضافه است که بخوای باز یه مقدار دیگه از حقوقت کم میکنن یه بیمه هست. مثلا بیمت بعدا یه ذره پول بیشتر بهت میدن چیزی داریم چیز داریم به نام لون یعنی کلاس مالیاتی شما کلاس مالیاتی ما چون متأهل هستیم برای خانم 5 برای من سه هستش شما وقتی که زن و مرد جفتشون کار بکنن و حقوقاشون تقریبا یک سام باشه میرن کلاس مالیاتیاشون معمولا چهار انتخاب میکنن که هر جفتشون به یه لول تقریبا ازشون مالیات کم بشه ولی وقتی که مثلا یه کدوم از دو نفر چه آقا یا خانم حقوقشون بالاتر باشه از اون یکی یا اون یکی اصلا کار نکنه فعلا میشه شما بری اونی که بهتر یعنی حقوقش بیشتره کلاس مالیاتی سه رو انتخاب میکنه اونی که الان کار نمیکنه یا حقوقش خیلی کمتره کلاس مالیاتی 5 رو انتخاب میکنه که اینجوری بهتره یعنی از لحاظ مالیاتی کم باید مالیات بدم من اینجا سه رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم روی برشنن یعنی حساب کنه خب اینجا حساب میکنه برای ما اعداد و ارقام اینجا ما داریم و پایین یه جدولی ما میبینیم که تو این جدول نوشته اولا واسه ببینم من حقوق سالیانه رو اینجا نشون بدم دقیقا حقوق سالیانه میشه این عدد پنج هز... نه پنج و شیش پنجاه یعنی. این حقوق ناخالص من هستش در سال 2020 الان اگر که همون شتوفه سه باشم که الان نیستم میشد 56950 یورو خب این الان کل حقوق سالیانه ناخالصش هست از این حقوق مالیات کم میشه بیمه کم میشه و مبالغ دیگه ای که گفتم که اینجا دونه دونه نوشته تو این ویدیو نمیخوام اینا رو توضیح بدم میخوام بهتون بگم که چقدر برای من واریز میکنن توی ماه آخر ماه حقوق خالص هم چقدر میشه طبق این جدولی که این پایین هست شما میبینید نوشته گروند گهالت یعنی حقوق پایه بعد نوشته بروتو گزامت یعنی کل حقوق ناخالص که عددش با همون گرندگه هالت یکیه و زیرش هم نوشته نتو گزامت نتو میشه همون خالص و چیزی که برای شما مهمه نتو یعنی چی, واقعا بهتون میدن تو حساب بانکیتون براتون واریز میشه الان مبلغ نتو اگه من شتوفه یک بودم یعنی لول یک بودم میشه دو هزار هفتصد حدودن و اینجا اینو اضافه کنم من وقتی که شروع کردم تو دانشگاه مجرد بودم و کلاس مالیاتیم یک بود کلاس مالیاتیم که یک بود و شتوفه یک هم میشد دریافتیم یه چیزی حالا باشه دو هزار یورو بود فکر میکنم شایدم کمتر شایدم هم اشتباه میکنم کمتر بود ولی چون مال پنج سال پیش بود پنج سال پیش هم کلن حقوقا کمتر بود اینا هی سال به سال به خاطر تورم نمیدونم یا هرچی هست حقوقا رو بیشتر میکنن الان میایم اینجا لول 3 رو نگاه میکنیم شوفه 3 اینجا نوشته 3009 یورو به خاطر اینکه با سال 2020 داره حساب میکنه یه مقدار حقوقا بیشتر شده شوفه 4 شوفه 4 اینجا میبینیم که دوستان من فکر میکنم یه اشتباهی کردم سال 2015 شما شتوفه یک اگه باشی 2016 و 17 شتوفه دو باشی لول 3 یا همون شتوفه 3 باید 2000 درست گفتم 5 16 17 18 19 20 درسته شما باید 18 من امسال هم همین شتوفه 3 هم آقا امسال حقوق ما مثلا بیشتر کردن شده 3009 یورو ماهیانه خالص ریخته میشه تو حساب حالا ناخالص ماهیانش چقدره 4560 یورو خب 4560 یورو میتونم حساب کنم اینو ببینم اگه حکم. اگر که بخوام درصد بندی بکنم چقدر میشه الان 3009 تقسیم بر تقسیم بر 4560 میشه 65 درصد یعنی در واقع 35 درصد از حقوق ناخالص من کم میشه کسب میشه و اگر که مجرد باشیم میتونیم مثلا اینم حساب کنیم ببینیم اگه مجرد باشیم چه فرقی میکنه من الان اینجا کلاس مالیاتی رو میکنم یک و دوباره همین حساب میکنم میشه مجرد باشیم 2642 یورو خب ناخالصش همونه و این یکی رو این نفع حساب میکنم 2642 یورو تقسیم بر 4560 یورو میبینیم میشه 57 درصدش میمونه یعنی در واقع 43 درصد حقوق شما کسب میشه اگه مجرد باشید اگه متعهل باشید اینجا براتون بهتری که حقوق بیشتری هم میگیرید خب اینم از این حالا بریم وارد فیش حقوقی باشیم گفتم یه مقدار با این اعداد و ارقام فرق میکنه این فیش حقوقی الان میخوام بهتون نشون بدم و اعدادش هم دقیق براتون همشو نه ولی بعضیاشو توضیح میدم میگم مخفف چی هم هستن که بتونید تصویر بهتری هم از این داشته باشید یه نکته خیلی مهمه دیگه من بگم دوستان حقوق من یه قرارداد کامل 100 درصد هستش خیلی ها هستن وقتی یعنی تقریبا میشه گفت تمام همکارای من چون اونا دکترا انجام میدادن زمانی که روی دکترا میذاشتن و باید اونو دیگه دانشگاه باشون پولش رو نمیده میگه زمان خصوصیته برای همین قراردادی که باشون میبنده قرارداد 75 درصد هستش خیلی انسیتوها هستش حالا رشته هایی که کمتر پول توش هستش اونجاها میان حتی قراردادی که میبندن قرارداد مثلا 50 درصد هستش کلا حتی یعنی اینا هم ما داشتیم ولی خب خیلی همکاره من هستن قرارداشون 75 درصد. اون موقع شما باید بیاد اینجا در همین لیست و حساب کنید بگید آبایت زمان به جای صد درصد بشه 75 درصد من اگه همین رو 75 درصدش کنم حقوق واریزی میشه دو هزار و توی شتوفه سه و متعهل اونایشون که مجردن اونم میتونم براتون حساب کنم کسایی که تازه الان شروع میکنن شتوفه یک مجرد یعنی کلاس مالیاتی یک و حساب میکنیم میشه 1893 یورو یعنی یک فرد مجردی که الان بیاد تو دانشگاه هانوفر استخدام بشه حقوقی که میگیره تو انسیتوی ما که قرارداد 75 درصد هست انسیتو فیزیک 1893 یورو هستش که حقوق خیلی پایینی حالا من این توضیح هم میدم با این حقوقی که ما داریم الان میگیریم هم خرجای ما تقریبا اندازه همین حقوق میشه خب نوبتی هم باشه نوبت تحلیل همین فیش حقوقی خودم هست که بهتون قولش رو داده بودم گفتم بهتون نشون میدم ببینید شما یه همچین برگه میگیرید من اینو توی دوربینم نشون میدم ولی فایلش هم اسکن کردم و بهتون نشون خواهم داد من اینا رو هایلایت کردم چیزای مهمش رو این شکلی نمیدونم توی تصویر معلوم بشه اما هایلایت ها توی اسکن مشخص نیستش ببینید شما سمت راست بالای تصویر نوشته که دسامبر 2019 اسم من نوشته آدرس دانشگاه نوشته آدرس خونه رو نمی نویسن وقتی که میخوان فیش حقوق صادر کنن آدرس دانشگاه و همون محل کار رو می نویسن یک خطی ما می بینیم این وسط که تصویر رو به دو قسمت تقسیم کرده سمت راست یه سری هزینه هایی رو نوشته که مثلا هزینه های سالیانه هستش و هزینه هایی هستش که هر ماه باید بدیم یعنی کم میشه از حقوق و البته یه نکته دیگر من بگم دوستان پولی که دانشگاه برای من هزینه میکنه 56 هزار یورو نیستش بلکه خیلی بیشتره چون یه سری از این بیمه ها رو که من میدم همون قدرش هم باید دانشگاه بده یعنی من اینا رو پرداخت نمی کنم اینا اتوماتیک از حقوقم کم میشه اما دانشگاه یا کسی که کارفرما هستش هم باید اونم یه مبلغ دیگه ای علاوه بر این بیاد پرداخت بکنه مثلا برای بیمه سلامتی برای بیمه بازنشستگی برای بیمه فلیگه فکر کنم همون از کار افتادگی میشه کسی که مثلا فلیگه به میشه میره چیز خانه سالمندان فکر میکنم یا مثلا اگه جاهایی بازش ازش نگه ای کار میشه فلیگه فزش یه چیز دیگه هم هست که آبایت سلوزن, لزنگل... هست بیمه بیکاری اونم هم, هم کار فرما میده هم شما میدید و اونو مشخصش رو با اینجا چیز نوشتن رنتن فزش همون مثلا میشه ار یا RV مثلا ار فاو میشه مخففش مینویسه رنتن فرزیشرونگ خط فاصله ای AN یا همون ا معنی آبایت نما میشه آگه به معنی آبایت گه با یعنی کارفرما میشه آبایت نهما میشه کسی که کارمند و آبایت گه با میشه کسی که کارفرما هست و کار میده توی این قسمت قسمت سمت چپ شما میبینین که اینجا نوشته تعریف گروه یعنی تعرفه شما چیه تعرفه من نوشته 13 یادتونه اونجا نشون میدادم بتون توی جدول که شما میتونید انتخاب کنید ای 13 ای 12 مثلا منشی های ما تعرفه هاشون پایین تره شاید مثلا ای 10 ای 11 اینا باشه کسایی که مثلا خدماتی های دانشگاه هستن تمیز میکنن اونجا ها رو اونام فکر کنم یه تعرفه ای داشته باشن حالا یه تعرفه شون با ما یکیه و مثلا اونا چه میدونم ای 4 5 اینا اینا از خودم دارم میگم ان اشتباه باشه یا اینکه اونا سیستم تعرفه هاشون فرق میکنه مثلا کسایی که پروفسور میشن تو دانشگاه اونا تعرفهشون باز دوباره متفاوته یعنی این تعرفه یه ای 1 تا ای 15 16 نیست برای اونا یه چیز دیگه است حقوق پروفسور هم حدودا میشه گفت خالصش یه چیزی بین مثلا 5 6000 یورو 7000 یورو اینه چیزی ای که من شنیدم که پروفسورها میگیرن و کسی هم که اینجا پروفسور بشه استاد بشه یه چیز در حد خدا میمونه تو دانشگاه یعنی اصلا فکر نکنید که چه باحال من میرم مثلا اونجا استاد میشم استاد شدن این چیزا توی ایران خیلی راحت تره چون دانشگاه تعدادش بیشتره اینجا واقعا با وایسی تا اون پروفسوری که شما تو اون زمین تخصص گرفتی قشنگ بمیره یا بازنشست بشه شما به جای اون وگرنه اصلا جای پروفسوری باز نمیشه که شما بخوای اصلا خودتو برای این پوزیشن بهبن کنی یا درخواست کار بدی براش خب اینی که بهتون گفتم اینجا نوشته از سال از یک یک 2015 تو توی این جدول میبینید سمت چپ تاریخی هستش که من شروع به کار کردم تو دانشگاه تا قبلا کار میکردم کلی کارهای دانشجویی کردم تو دانشگاه ولی این کار از یک یک 2015 شروع شده و دیگه چی شتوفه اینجا STF نوشته شتوفه سه همون لول سه هستش و همین فیش مال 2019 دسامبر 2019 اینجا من... پایین نوشته مهمترینش اینه، Überweisungsbetrag، ای نوشته مبلغی که واریز کردن 2019 یورو 10 نبخش 2000 ببخشید اشتباه گفتم 2910 یورو و 89 سنت نه و... و و و هشتاد و مبلغی بوده که واریز کردن و اینجام چیزایی هستش که کم کردن یعنی گفته بیمه مثلا بیکاری، بیمه سلامتی اینا رو کم کرده و این مبلغ مونده خب الان این حقوق من هستش در دانشگاه هانوفر چیزی که خیلی ها توی اینستاگرام تو این دو سالی که ما پیج اینستاگرام فامیلی ویدیو داشتیم سوال کردن خیلی پرسیدن کار چیه و خب البته من این نکته بگم توی دانشگاه با اینکه تازه قرارداد من کامل هستش ولی بازم تو صنعت پول بیشتری میتونم در بیارم اما یه علتی که نرفتم تو صنعت این بوده که خب دانشگاه نزدیکمونه تو همین شهر مثلا کسایی که کار میکنن حتی ما بنده خدا یه کسی بود هفته گذشته میگفت من محل کارم نزدیک هامبورگه هر روز مثلا نزدیک 80 کیلومتر میرم و میام الان میتونیم بگیم خب حقوقی که برای من نوشتن اینجا حقوق سالیانه 56 هزار یورو هست و یه مهندس برق در آلمان شو که بکنه مثلا حالا حتی از ایران بیادش یا مثلا نتونه کار خوبی پیدا بکنه دیگه از 45 50 یورو حقوقش شروع میشه از 45 هزار یورو شروع میشه تا دیگه مثلا 70 هزار یورو یه حقوق خوبه 80 هزار یورو حقوق خوبیه اگه خیلی مهندس تاپی باشه مثلا 10 سال کار کنه توی شرکت خیلی خوبی باشه حقوق خیلی خوب بدن شاید تا 100 یورو اینام حقوقشون بره بالا اما نکته های اهمیت و مهمی که میخواستم امروز بهتون بگم اینه که آیا میشه با این پول زندگی کرد این سوالیه که خیلی‌ها میپرسن یا خیلی ها میگن مثلا آقا چرا ماشین بنز نمیخرید چرا بی ام و نمیخری با این حقوق شما روز شنبه میتونید برید ماشین بنز و بی ام و هر چی بخواید بخرید قسطی هیچ مشکل نداره است. همون نمایشگاه ماشین میتونید وام بگیرید روز شنبه میتونید برید ماشین بخرید مشکل نداره اما خرجای زندگی حالا ما که خب خونه ویلایی داریم هزینه خونه ویلایی کلا بیشتره تا خونه های عادی این یه نکته است اما کلا هم اگر بخواید یه زندگی خوب داشته باشید که میرسیم به سوال اینکه آقا این حقوق آیا کافی هستش یا نه جواب جوابش, جوابش مسلما نه هست خب یعنی این حقوق که تازه حقوق خوبی هستش الان اینجا نوشته 2900 یورو در ماه این حقوقی هستش که هزینه های فیکس ما الان تقریبا همین یعنی هزینه های فیکس ها هایی که حالا حساب میکنه من یه ویدیو هم درست میکنم کامل هزینه های زندگی تو آلمان چقدره یه ده از این ویدیوها درست کردن اما به نظرم خیلی چیز نکاتی هستش که هنوز میشه بهش اضافه کرد و نکات مهمی هست اونا رو که حساب بکنین هزینه زندگی ما تقریبا ماهی سه هزاری یورو هستش و شما اینا رو که بدی زندگی تو کاور میکنی زندگی معمولی تو کاور میکنی ولی دیگه مثلا نمیتونی بلنشی بری سفر دور دنیا بلنشی این کارو بکنی اون کارو بکنی حتما باید منبع درآمد دوم و سوم و چهارم و پنجم برای خودت داشته باشی تا بتونی یه زندگی خیلی خوبی داشته باشی و حالا هدفی که هدف من خودم این هستش که اصلا به فینانسیل فرای هایت برسی یعنی آزاد باشی تصمیم بگیری فردا بگی آقا من نمیخوام کار کنم باز بتونی این کار رو انجام بدی و خیلی آلمانیا هستن که اینجوری زندگی میکنن کسایی که مثلا ما توی ایران میبینیم سفر تفریحی میان ایران و توریستن اسمه ها میبینیمشون یزد میبینیمشون همش در تفیر و سفرن اینا یک عمر بر زندگیشون برنامه ریزی کردن که الان به این درجه رسیدن که حالا بعضی میگن پولش طرف براش کار میکنه بعضی میگن سرمایه گذاری کرده حالا اسمی روش بذاریم کلا به اون حقوقشون وابسته نیستن پس سوالم جواب دادم این سوال آخر که این حقوق لازم هستش یا نه گفتم کافی هستش یا نه کافی نیست عزیزان و من شنیدم اگر که آدم تازه بچه داشته باشه خیلی هزینه هاش میره بالا یه نکته خیلی جالب بگم عزیزان من با خیلی آلمانیا که صحبت کردم اصلا آدمای متفاوت ها پرسیدم که شما بچه داشتن خوبه راحته گفتن که یا اسیس گود اما اسیس زیر تویا یعنی اینو خیلی ها گفتن که خیلی گرون بچه داشتن تازه با اینکه دولت آلمان هم کمک میکنه اما من نمیدونم واقعا چه جوریه طرف میگفت که بچه دار که بشید خودت میفهمی انقدر هزینههایی های اضافه میشه که الان نمیشه گفت و مثلا تو چون بیاش میگی آقا خب بچه که هزینه ای نداره مثلا دولت هم که پول میده فلان میکنه اما وقتی تو عمل انجام شده قرار بگیری تازه متوجه میشی که هزینه های واقعی چی هستش و این چیزی بود که اونا میگفتن خانواده های آلمانی که سطح درآمدی خوبی دارن نه اونایی که گفتم از رات اقتصادی آزاد هستن یعنی اصلا لازم نیست کار بکنن اونا منظورم نیست حتی کسایی که کسایی که باید کار کنن ولی مثلا دو تا بچه دارن اینا حتما زن و مرد با هم کار میکنن زن و مرد با هم حقوق خوب دارن خب یعنی مرد مثلا الان فرض بکن یه خانواده چهار نفره آلمانی که سنشون آقای مثلا چهل و خورده سالشه بچه هاشون مدرسه میرن ابتدایی میرن مثلا یا چه میدونم راهنمایی میرن نیستی توی مایا چی میگن راهنمایی دیگه برداشتن دبیرستان میرن و خانومم توی شرکتی حالا یا نیمه وقت یا فول تایم کار میکنه اینا مجموعا یه چیزی هلوهوشه میشه گفت 5000 یورو خالص در ماه دارن یعنی این خانواده هایی که هم پدر و مادر با هم کار میکنن و میبینی زندگی خوبی دارن بچه هاشون تفریحشو دارن بچه مثلا کیف کیف قشنگ میخواد میخره چیز مارک میخواد میخره تفریح داره بچه مثلا از سواری میره دو تا هابی داره مثلا دو تا هابی یا همون تفریح چی میگن سرگرمی داره اینها کسایی هستن که عموما حقوقشون ورودی خانوادهشون حالا چه آقای چه خانم چه با هم مای 5000 یورو هستش یعنی برای یه خانواده چهار نفره که بخوان معمولی رو به بالا معمولی خوب زندگی بکنن 5000 یورو پول میخوان خب خوب آقا دیگه معمولی نه بگیم خوب زندگی کنن یعنی خونه بخرن برای خودشون زنه ی ماشین داشته باشه مرده ی ماشین داشته باشه بعد هزینه های ماشین ها هزینه های بچه ها بچه ها چیزی میخوان خوب بخوان زندگی کنن 5000 یورو ورودی میخوان و وم... ام... کسی اگه تو فکرش هستش که آقا من میام آلمان مثلا یه نفرمون فقط کار میکنه اونم حقوق مثلا دو سه هزار تا میگیره میشه زندگی کن اصلا نمیگم با حقوق سه هزار رو اینجا بدبختی و بکشه نه با حقوق یک و چرا باید بدبختی بکشه اگه مثلا خانواده سه نفری باشن و فقط یه نفر بخواد کار کنه ولی با حقوق سه هزار تا میشه معمولی زندگی کرد ولی معمولی یعنی شما بعد ده سال بیست سال هم زندگی کنی میگن خب الان چقدر تو حسابت داری؟ نگاه میکنیم که مثلا چار رو یورو یعنی هیچ یعنی هرچی در وردی فقط مصرف کردی و استفاده کردی خب دوستان این از این ویدیو امیدوارم که جواب سوالات گرفته باشید دوست دارم بازم براتون ویدیو درست کنم برای اینکه ما تشویق بشیم و بیشتر براتون کار درست بکنیم چنل ما رو سابسکرایب کنید و روی این زنگوله هم کلیک کنید که ما تشویق بشیم براتون کار بیشتری درست کنیم من تشکر میکنم خیلی ممنون خدا نگهدار